آهای آهای من اومدم یه قصه تازه بگم از صحرای روشن شهر پر آوازه بگم آهای آهای من اومدم یه قصه تازه بگم از اون پرنده‌ای که باز عاشق پروازه بگم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان، هموطنان، فارسی زبانان و یاران وفادار اولین شبکه سینمایی ایرانیان ICC. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، امیدوارم که روزها و ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سال 2015 رو با شادی و خوشی و سلامتی شروع کرده باشید. همونطوری که میدونید چند روز پیش سال 2015 شروع شد، و ما این اولین برنامه سال 2015 هستش که در خدمتتون هستیم که باعث بسی سعادت و افتخار هست. برنامه خوب و شادی رو براتون تدارک دیدیم، میریم و برمیگردیم تا لحظات دیگه در خدمت شما هموطنان خوب و خواهیم بود. مرسی. معنی
احسان بگو، برقص و جان خودتو با همه ی جهان بگو، لحجه ی عریان تنت نسیم و عاشق میکنه، ستاره شیطون میشه و شب از خوشی دق میکنه، جیرجیرک ها اسم تو رو به باد میگن جار بزنه، شیشه ی عطر تن تو تون از درن ها بشکنه، رقصی بکن رقصی مثل تجربه ی رها شدن، برهنگی پوشیدن و بابا بسیار جالب بود. یعنی واقعا برای شروع سال 2015 این یکی از بهترین آهنگایی بود که میشد برای شما عرضه کرد، با هنرنمایی دانشجویان دانشگاه مریلند، دانشجوهای ایرانی در موقع فارغ التحصیلیشون این کارو کرده بودن، این رقص رو درست کرده بودن و خیلی جالب بود که از آهنگ بیژن مرتضوی، هنرمند بین‌المللی ایرانی، این آهنگ رو استفاده کرده بودن و چقدر زیبا و جذاب درستش کرده بودن که هم شاد بود، هم مزاحی بود، هم لبخندی به لب هم می آورد و مخصوصا اون قسمتی که اون آقای خودش آقای مرتضوی در میاره ویولون میزنه، اون دیگه اصلا فوق العاده بود. برصد اینا دانشجوهای ایرانی بودن در دانشگاه مریلند و خدا میدونه در سالهای آینده موقعی که اینا وارد بازار کار شدن و دیگه به قول معروف سمتهایی رو گرفتن و شغلهای مناسبی رو به نسبت تحصیلاتشون پیدا کردن، با دیدن یه همچین ویدیویی چه احساسی بهشون دست میده، یاد گذشتهشون میفتن، یاد جوونی و چه صفایی کرده بودن در اون روز به خصوصی که این ویدیو رو ضبط کرده بودن. عرض کنم خدمتتون که در آغاز اولین برنامه سال 2015 باز خدمتتون عرض بکنم که ما تعداد زیادی تلفن شما هموطنان خوبمون رو دریافت کردیم، سپاسگزارتون هستم، مرسی از این همه محبتی که به ما ارزونی میدارید. فقط تنها دو نفر از اینا بودن که شماره تلفنشون رو گذاشته بودن، خیلی‌ها خواستن که ما بهشون زنگ بزنیم ولی شماره نذاشته بودن، شرمنده. ولی این دو نفری که تلفنشون رو گذاشته بودن، آقای سعید از انگلستان که من باهاشون صحبت کردم و همینطور خانم صفایی. جناب سعید از انگلستان انتقادات بسیار خوب و مثبتی رو نسبت به کار ما داشتن که حتما آویزه گوش خواهیم کرد و حتما انجامش خواهیم داد. در صدد این هستیم که یه تأملی بکنیم، یه بازنگری بکنیم که بتونه نظر ایشون که میدونم نظر خیلی از بینندگان دیگر ما هم هست حتما انجام بشه و با ایشون صحبت چه کردیم و قرار شد که انشالله در آینده نیز بتونیم از راهنمایی های ایشون بهره ببریم. و البته چند تلفن دیگه داشتیم که انتقاداتی داشتن نسبت به یکی از به اصطلاح برنامه های گذشته که به هر حال بنده ازتون پوزش میخوام اگر قسمتی از برنامه های گذشته باعث دلنگرانی شما شده. و همینطور خانم صفایی از اردبیل ارومیه به ما زنگ زده بودن و خیلی هم خوشحال شدم که صداشون رو شنیدم، باهاشون صحبت کردم و ایشون تعریف میکردن از اینی که زندگی و حقوق بازنشسته ها در ایران بسیار ناچیز هست و خیلی باعث شادی اونها نیست، در ازای اون مبلغ ناچیزی که دریافت میکنن به عنوان حقوق بازنشستگی چقدر بایستی پول اضافه بذارن روش و پول مخارج زندگی ماهیانهشون رو پرداخت کنن. من هم اتفاقا با ایشون هم دل شدم، هم به قول معروف درد دل کردیم با هم دیگه و ایشون گفتن که از من خواستن که حتما اینو تو برنامه بگم که واقعا حقوق بازنشسته ها در ایران بسیار ناچیزه و امیدوار هستیم که دولت یه بازنگری به این کار بکنه تا این بازنشستگان، این عزیزایی که بالاخره در مملکت ما فعالیت کردن، زندگی روزمره‌ای داشتن، کار روزمره‌ای داشتن در اون مقطع، بتونن به
به قول معروف دولت بتونه از اینا قدردانی بکنه با بالا بردن حقوق بازنشستگیشون، چون واقعا مخارج در ایران بسیار هنگفته، بسیار زیاده. من اینو شنیدم و میدونم از دوستان و آشنایانی که داریم، شما بینندگانی که زنگ میزنید با ما صحبت میکنید در این مورد، و امیدوار هستم که در این سال جدید میلادی که اومده دولت یه بازنگری مجددی بکنه در رابطه با این مسائل حقوق بازنشستگان، که لااقل الان که داریم میریم به طرف نوروز، لااقل تا اون موقع هموطنان ما، پدران و مادران ما، بازنشسته های مملکت ما بتونن سر و سامونی بگیرن، به کار خودشون سر و سامونی بدن و انشالله که از رضایت مالی نیز برخوردار بشن. این صحبتایی بود که ما با این دوتا هموطن داشتیم، آقای سعید از انگلستان و خانم صفایی از ارومیه، که مرسی از اینی که شماراتون رو گذاشتید و ما باهاتون تونستیم تماس بگیریم. شما هم اگر مایل هستید که من و همکارانم باهاتون تماس داشته باشیم، لطف بکنید شماره خودتون رو در پیغامی که میذارید بگید، اعلام بکنید. از اینی که بگید که مثلا به همین شماره زنگ میزنیم، والا به خدا بارها عرض کردم این شماره شما نشون داده نمیشه موقعی که زنگ میزنید. پس لطف بکنید اگر مایل هستید که ماها باهاتون در ارتباط باشیم، شماره خودتون رو بگذارید. دوست دیگری البته درخواست آهنگ ابی رو یکی خواسته بود، چشم میذاریم، یکی آهنگ چیزو خواسته بود، حبیب خواسته بود، چشم، آهنگ حبیب هم براتون پخش میکنیم. از هنرمندان خواننده بسیار درخواست آهنگ داشتیم ازشون، یه خانمی فیلم اشک سرما رو خواسته بودن که چشم، فیلم اشک سرما رو هم براتون میذاریم و فیلم بسیار بسیار قشنگی، حتما چشم براتون پخش خواهیم کرد. و غیره و زالک، تمام پیغام های شما رو شنیدیم و گوش کردیم و به دونه دونه اونها بر مناسبت وقتش انجام خواهیم داد، پاسخ خواهیم گفت و فیلم و موسیقی رو که خواسته بودید رو براتون پخش خواهیم کرد. چند روز پیش، اجازه بدید قبل از اینکه وارد اخبار روز بشیم، یه محصولی رو میخوام به شما معرفی بکنم. این تبلیغاتش به زودی از ظرف فکر میکنم از دیروز شروع شده تبلیغاتش. این محصول ساخت ایرانه، این سینی بشقاب و به اصطلاح فنجان شیشه‌ای هست، بسیار جالبه. اجازه بدید من خود این سینی رو به شما نشون بدم. من واقعا دمتون گرم، دستتون درد نکنه شما بچه های ایران که اینقدر زحمت میکشید و یه همچین چیزایی رو میسازید. این سینیشونه، این یکی از نوع سینی هاست. نمیدونم بچه ها میتونیم اینو نشون بدیم؟ بله، این یه دونه از این سینی هاییست که برای ما ارسال کردن و جالبه که این سینی نشکنه و خیلی جالبه. حالا تو تیزراش خواهید دید که به چه صورتی کار میکنه، ولی واقعا نشون میده که با سلیقه. ببینید اصلا گوشه هایی که در این قسمت سینی میبینید، تمام این قسمت ها، این گوشه ها، یعنی انقدر با ظرافت و زیبایی رو این کار کردن که آدم واقعا ایوالا میاره بهشون. خسته نباشین، دستتون درد نکنه، اینا همش مال ساخت ایرانه، بچه های ایران این رو درست کردن و چندین و چند نوع مختلف دارن، همونطوری که ملاحظه میکنید در این بروشورشون هم هست. موقعی که بگید این ضمانت هم داره، تضمین داره، تضمین میشه که یک سال تضمین داره، فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم. مدل های مختلف داره و قیمت های مختلف. بسیار بسیار کار قشنگه. من حتما توصیه میکنم. ببینید، شنیدید که ما همیشه میگیم که ایرانی از ایرانی بخر. این بهترین کاریه که شما میتونید حمایت بکنید از یک طراح ایرانی، یک سازنده ایرانی، و این بسیار چیز خوبی هم هست. حتما بهتون توصیه میکنم با این شرکت تماس بگیرید و از این محصولاتشون استفاده بکنید. اینا تماما ساخت ایرانه و کار بسیار قشنگیه، کار فوق العاده ایه. تبریک میگم به سازنده این محصول، دوستان خوبی که ما رو قابل دونستن و تصمیم گرفتن که معرفی محصولاتشون رو به ما بسپرن. اجازه بدید تیزر تبلیغاتی که برای این محصول هست و الان دو سه روزی هم هستش که دارید میبینید رو یک بار یک نگاهی بکنیم، برمیگردیم و مجدداً در خدمتتون خواهم بود. محصولات MMJ، نسل جدید سینی‌های ضد زنگ و ضد خش با شیشه نشکن به صورت ساده و طرح‌دار مطابق سلیقه شما.
پذیرایی و مهمان نوازی هنر خانم‌های با سلیقه ایرانی است. جهت سفارش محصول، خود محصول، نام و آدرس خود را به سامانه 3050-80-58 پیامک کنید و منتظر تماس ما تا 48 ساعت آینده باشید. محصول مورد نظر خود را به صورت رایگان درب منزل دریافت کنید و سپس هزینه آن را پرداخت کنید. اما صبر کنید، همین حالا با سفارش دادن دو محصول همزمان از تخفیف 10% ما بهره مند شوید. به به، باریکالا. واقعا تبریک میگم به دوستانی که اینو ساختن و عرضه کردن. باریکالا، واقعا ایرانی، بایستی از ایرانی خرید بکنی، بایستی جنس ایرانی بخری. اینا همش حمایت از صنعت ایرانی. این بچه ها، این جوانایی که من میدونم اینو درست کردن، با دست خالی اینو درست کردن و الان وقتشه که بتونن بهرهشو ببرن و شما هموطن خوب ما از مرغوبیت این جنسی که اینا فراهم کردن براتون بهره ببرید، استفاده بکنید، لذتشو ببرید. انشالله که مبارکتون باشه. یادتون نره اینا جون میده برای نوروز که مهمون میاد خونتون میخواین چای بیارین، یا برای مراسم خواستگاری کسی میاد خونتون خواستگاری میکنه، دختر خانمای دم وقت بتونن چای رو با این سر عرضه بکنن. و همینطور سینی های دیگه ای هم دارن که جون میده واسه میوه و شیرینی و به هر حال فوق العاده است. یعنی من فکر میکنم یک چیز الگنتیه که در منزل هر ایرانی بایستی باشه. هر ایرانی بایستی یک دونه از این محصولات ساخت ایران رو داشته باشه. این توصیه من به شما هموطنان خوبمونه که حتما باهاشون تماس بگیرید و از اینا بهره ببرید. این خیلی محدوده. شما دیدی تا الان ما هیچ وقت تبلیغ محصولی رو در برنامه اینجا نمی کنیم، در برنامه کالیفرنیا تا سرزمین پارس، مگر اینکه ساخت ایران باشه. ساخت ایران خیلی ارزش داره. حتما حتما حمایت بکنید از این کار. خب، چند روز پیش تو فیسبوک برای من یک پیغامی اومده بود و عکسی از خانم گلشیفته فراهانی، هنرمند سینمای ایران که در خارج از ایران الان زندگی میکنه، به صورت برهنه کامل با اون ارسال شده بود و دوستی که برای من اینو فرستاده بود به صورت پیغام خصوصی فرستاده بود، خیلی گله من بود که چرا ایشون مثلا یه همچین کاری رو کرده و و و و. البته این عکس من تحقیق کردم راجع بهش، این عکس مال مجله فرانسوی هست به نام وستی اگوی، یه همچی چیزی اسمشه، یه روزنامه مجله فرانسویه که از سال 1977 فعالیتشو شروع کرده و داره کار میکنه. و این عکس روی جلد خانم گلشیفته فراهانی در ماه آینده گویا به بازار میاد این مجله. والا واقعیتشو بخواید، من خودم شخصا هیچ گونه به اصطلاح نوع سلیقه بنده نیست یک همچین کاری که خانم گلشیفته میکنن. من شخصا باهاش موافق نیستم، ولی اون چی که مسلمه ما بایستی اینو یاد بگیریم که اگر موافق نیستیم با نظر کسی، دلیل بر این نیستش که اونو نفیش بکنیم، بد بگیم، بیرا بگیم بهش. کار درستی نیست برای ما ایرانی ها. ما میدونیم که واقعا این کار درستی نیست. شاید همه ماها، خیلی از ماها با ایشون همعقیده نباشیم، ولی این هم دلیل بر این نمیشه که بخوایم ایشون رو مطابق اونجوری که ما میخوایم ببینیم. انسان ها حق دارن آزادانه فکر کنن، حق دارن تصمیمات خودشون رو بگیرن. حالا ایشون تصمیم گرفته که اینجوری این راهو بره، اون به خود ایشون مربوطه. ما خیلی اگر ناراحتیم میتونیم اون مجله رو نخریم، اون مجله رو نگاه نکنیم. یعنی عملا باید این یاد بگیریم که یه مقداری به عقاید همدیگه احترام بذاریم. حالا ممکنه هست به همدیگه هم همعقیده هم نباشیم با همدیگه. البته به نظر من خانم گلشیفته الان کاری که داره میکنه خیلی از هنرمندان خارجی هم نمیکنن، ولی به هر حال این نظر ایشونه دیگه. ایشون دوست داره این کارو بکنه، خب نظر شخصی خودشه. آرزوی سلامتی براش میکنیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد، یک انسانی که در ایران متولد شده. ولی به هر حال اونچه که هست باید یاد بگیریم اینقدر انتقاد زننده نکنیم. من خیلی پیغامای عجیبی رو دیدم در این
پیغامی که برای من فرستاده بودن که واقعا یه خورده متأثر شدم. دلیل نداره، ایشون دوست داره، طرز عقیدهش اونه، طرز فکرش اونه، that's fine. البته یه دوستی هم یه چیزی رو نوشته بود در اون مسیجی که برای من فرستاده، در اون پیغامی که برای من فرستاده بودن، که اگر ایشون این کارو داره میکنه به عنوان اعتراض و به عنوان به اصطلاح اعتراض برای آزادی زن، این چیزی نیستش که بانوان ایران، زنان ایران دنبالش هستن. زنان ایران دنبال خیلی مسائل دیگری هستن. بانوان ایران، خورشید خانم های ایران، همه و همه اکثریت به دنبال خیلی مسائل دیگری هستند که این اصلا جزوی از اون خواسته های خانم های ایرانی نیست. خواسته های خانم های ایرانی، خیلی از خواسته های خانم ایرانی برابری حقوق زن و مرد در جامعه است، در منزل. اینا مسائل جنبیه، اینا اصلا چیز نداره. یعنی من فکر نمی کنم خانم های ایرانی دنبال یه همچی چیزی باشن. ممکنه حالا درصدی باشن که خب همعقیده باشن با خانم گلشیفته، ولی به هر حال هر چی که هست، هر چقدر هم که ما مخالف باشیم با خصوصیات و نظریات خانم گلشیفته فراهانی، من توصیه میکنم قبول بکنیم اون چیزی رو که خانم گلشیفته فراهانی هست، احترام بذاریم به عقیدهش. اون دوست داره اینجوری باشه، خب باش، کاریش نمیخواد بکنیم، چیزی نباید باشه. ما اگر اینو یاد بگیریم که به همدیگه احترام بذاریم، همدیگر رو اونجوری که هستیم بپذیریم، دیگه مشکلات دیگری نخواهیم داشت. دیگه مشکلات، خیلی از مشکلات اساسی ما حل میشه. خیلی از مشکلات اساسی ما احتیاج نداره همه اونجوری که ما فکر میکنیم باشن. نه، این زیبایی جامعه برای این نیست که افراد هر کدومشون افکار متفاوتی داشته باشن. جذابیت جامعه برای این نیست که همه آدم ها یه جور فکر نکنن. هر کسی بر مبنای اون چیزی که افکار خودش بهش اجازه میده، بر اندازه اون چیزی که سلیقه خودش بهش اجازه میده، شعور خودش بهش اجازه میده قدم برداره. ما نبایستی هیچ وقت هیچ کسی رو وادار بکنیم به خاطر اینی که اون چیزی که ما دوست داریم، ما میگیم بایستی تو انجام بدی. نه، این از اون زیبایی آزادی فکر و آزادی اندیشه جامعه کم میکنه. پس در نتیجه من مرسی از دوست عزیزی که این عکس رو و مشخصات رو برای من ارسال کردن، سپاسگزارتون هستم. ولی من فکر میکنم که بهتره ما دخالت نکنیم در کار. اگه دوست نداریم خب نگاه نکنیم، نبینی بشه. اجازه بدید یک ترانه دیگری رو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما هموطنان خوبمون خواهیم بود. مرسی. Oh,
دل دل یک یک دل کن یار سر نه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن عرض کنم خدمتتون که متاسفانه خبردار شدیم که در جنوب ایران یک زلزله اومد به قدرت 5.3 ریشتر که در 120 کیلومتری جنوب شرق بوشهر بوده. در همون بوشهر همون جاییه که نیروگاه اتمی اولین نیروگاه اتمی ایران اونجاست. خدا رو شکر صدمه به کسی نخورده، خدا رو صد هزار مرتبه شکر هموطنان ما سالم هستن در اونجا، ولی این اتفاق در چند روز گذشته افتاده بوده که به هر حال این آرزو میکنیم که دیگه از این اتفاق نیفته. البته نمیشه آرزو کرد چون ایران اصلا در یک خط بر روی خط زلزله است، بر روی اون فالت زلزله است و اتفاق زلزله در ایران کماکان و همیشه گیه و اینو فقط امیدوار باید باشیم که این اتفاق کمتر بیفته یا با فشار کمتری بیفته و از اون طرف قضیه هم آرزو بکنیم که این بساز بفروشا این بساز بفروشای تو ایران خونه ها رو دی خود درست حسابی درست بکنن که اگر زلزله پرقدرتی هم اومد لااقل بتونه مقاومت بکنه. قاعدتا شهرداری هر محلی هر شهری برای خودش یک به اصطلاح قوانینی داره که بتونه مثمر و ثمر باشه برای این بساز بفروشا که بتونن یه چیزی درست بکنن که لااقل مقاومت در مقابل زلزله رو داشته باشه. ولی اون چی که مسلمه خیلی از اینا خیلی از این بساز بفروشایی که من شنیدم با زد و بند و پارتی بازی و آشنابازی و نمیدونم رشوه و مشوه خیلی از این قوانین رو زیر پا میذارن و این درستی سه کاش یه بازرسی بشه، مثلا یه گروه بازرسای مخفی ایجاد بشه برای شهرداری که تحقیق بکنن، مثلا به یه کسی که مجوز ساخت داده میشه برن اینو بررسی بکنن که یه وقت دوباره اینجور نشه. یادتون هست چند سال پیش اصلا منزلی در تهران خراب شد روی مردم، یادم نیست کجا بود ولی میشه که طرفای یادم نیست منطقهش یادم نمیاد، ولی اینا خب اینا خوب نیست، میدونید اینا آدم رو متاثر میکنه موقعی که میبینی یه سری آدم جونشون رو از دست میدن به خاطر سودجویی یه سری آدم دیگه و این باعث تاسفه. حالا یه سری آدم سودجویی میکنن به جیب طرف صدمه میزنن، ولی اونایی که سودجویی میکنن و با جون مردم بازی میکنن اینا بایستی یک بازنگری روش بشه و امیدوار هستیم که شهرداری یه بازرس مخفی بذاره. ما که همه جور پلیس مخفی داریم دیگه، حالا یه دونه بازپرس مخفی هم بذارن که این بازپرس مخفی هم بیاد بره اینا رو حداقل چک بکنه و به قولی بتونه خیر اون کسایی که خلافکار هستن رو پیشاپیش قبل از اینکه یده بمیرن بگیره. این زلزله چند روز پیش اومده بود و خدا رو شکر عرض کردم هیچ کسی صدمه ای هم نخورده بود. خبر خوش، مجموعه نفیس اشیای باستانی ایران به ایران برگشت. اینا در بلژیک بود و بالاخره ایران تونست با مذاکرات پی در پی و به قول معروف دادگاه و این ور و اون ور بالاخره این اشیا رو پس بگیره و به ایران برگردونن. اینا سرمایه های ملی ما هست، هر جای دنیا ما هر چیزی که داریم باید بریم اینا رو طلب بکنیم و پس بگیریم. ما الان در فرانسه کلی اشیای عتیقه ایرانی داریم اونجا، در انگلیس همینطور، چرا باید اونجا باشه؟ اینا مال مملکت ماست، اینا سرمایه فرهنگی ماست، اینا نباید جاهای دیگه باشه. من شنیدم حتی اصلا خیلی از چیزهایی که مال زمان هخامنشیان هست در اروپا و کشورهای اروپایی در موزه های اوناست، اینا نباید تو موزه اونا باشه، اونا باید تو موزه ما باشه، موزه ایرانی ها باشه. بالاخره اینا کولبار فرهنگی که ما با خودمون حمل میکنیم همیناست، همین چیزاست، اینا جزوی از اوناست، اینا رو بایستی برگردونیم به مملکتمون. و خیلی خوشحالم که اینا برگشت، که این خودش باعث بسی سعادت و شادمانی برای هموطنان ما هستش. حالا یه خبر زیاد همچین چرا خبر خوشیه ولی از یه طرفش هم زیاد خوش نیست. اولا
صدور نفت، افزایش صدور نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه نوامبر خیلی بالا رفت. خب این خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی بدیش این نیست که قیمت نفت اومد پایین. قیمت نفت الان شده بشکه 56 دلار 7 دلار یه همچی چیزی، و در صورتی که مثلا ما در سال گذشته بود یا سال قبلش بود بشکه 150-60 دلار بود نفت، و این الان نمیدونم حالا چجوری شده این ارزون شده، در صورتی که با وجود داعش معمولا قاعدتا باعث پول چیز قیمت نفت بره بالا، ولی خب خدا رو شکر باز اقلا صدور افزایش نفت ایران بالا رفته که یه مقداری زیادی پول برگرده به مملکتمون، که امیدواریم با برگشتن این پولا دلار هم قیمتش بیاد پایین. این دیگه آرزوی دیرینه ماست که دلار بیاد پایین و ارزون و ارزونتر بشه. اجازه بدید یک ترانه دیگری رو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم و ادامه خبرهای روز رو در خدمت شما خواهم بود. به به،
خانم شبنم خواننده خوش صدا و خوش چهره تاجیکستان که چقدر زیبا با اون فارسی اصیلی که میخونه کار بسیار بسیار قشنگی انجام داد. من خیلی دلم میخواد برم تاجیکستان یه سری بزنم، ایشالله قسمت بکنه بقول من ما رو به طلبه بریم تاجیکستان هم یه سری بزنیم، چون مردمان بسیار بسیار خوبی دارم. من یکی از دوستان من که بارها و بارها سفر کرده به تاجیکستان میگفت با این حالی که خب هنرمندان بسیار بسیار خوبی در اونجا هستن، ولی هنوز که هنوزه خیلی از مردم تاجیک هنوز تو خونه هاشون پوستر عکس گوگوش، داریوش، ستار، خواننده های ایرانی رو هنوز دارن و هنوز به صدای هنرمندان ایرانی علاقمند هستن و امیدوار هستم که این رابطه هنری بین ایران و تاجیکستان یه خورده گسترش پیدا بکنه و ما بتونیم بیشتر و بیشتر از هنرمندان تاجیک هم بهره ببریم، چون واقعا هنر فوق‌العاده‌ای دارن. من از طریق این دوستانی که شنیدم و ویدیوهایی که دیدم واقعا هنرمندانشون یه سر و گردن از خیلی از هنرمندان دیگر خاورمیانه بالاتر هستن و زحمت زیادی کشیدن. به هر حال آرزوی بهترین ها رو میکنم برای خانم شبنم و همکارانشون و بقیه هنرمندان تاجیک که امیدواریم یک روزی هم قسمت بشه ما هم از تاجیکستان یک دیداری داشته باشیم. پهباد یعنی همون درونای هواپیماهای بدون سرنشین هست که به اصطلاح عکس برداری میکنه و اینا، که ایران یه چند تایی از امریکا رو میشن که قبضه کرده بود. ایران یه پهبادی درست کرده که خود انهدامیه، خودشو انهدام میکنه و میره میزنه به اصطلاح جایی که باید بزنه. یه خبرنگاری در فکر میکنم یا دبی بود یا بیروت، برای اینکه این خبرش خیلی به اصطلاح جذابیت پیدا بکنه و خیلی به قول معروف آتیشی بشه، نوشته بود که هواپیماهای خودکشی ایران، معمولا سویساید یعنی همون خودکشی، به زبان انگلیسی نوشته بود سویساید که مفهوم همون خودکشی رو میده. بعد جالب بود خیلی از این امریکایی‌ها اومده بودن در مورد خبری که ایشون گفته بود جواب داده بودن که آخه این خبرنگار مثل این که تحصیلات نداره، این خبرنگار مثل این که اینجوریه، این خبرنگار اونجوریه، که خودکشی رو در موقعی میگن که یک انسانی بره خودش رو منهدم بکنه، وگرنه یک درون یا یک پهباد یک وسیله است، یک ماشینه، ماشین که خودکشی نمیکنه که. برها خیلی بهش اعتراض کرده بودن چون آخه در اخبار بود که ایران پهبادهای انهدامی خودش رو داره آزمایش میکنه، که انشالله که موفق و پیروز باشه.
کن یه نمره از فراموش کن نمره رو از این پن برو وسط برو نترس برو وسط زن فقط یه نمره واسه چی بست ایجا رو بست برو وسط انقدر نکن با من بست برو وسط برو وسط برقص برقص انقدر به خودت نگیر سخت چقدر زنده است لحظه رو دریا با زندگی رو بگی جشت بی جا میگن اونایی که میگن این نیست موقع بسیار زیبا بود. در خبرها اومد که علی کریمی با تیم ملی فوتبال ایران به استرالیا نرفت. البته همونطوری که میدونین علی کریمی مدتیش که به عنوان آسیستن آقای کیروش مربی تیم ملی ایران فعالیت میکنه و این خبر از اونجایی درج کرد که خبر آنلاین نوشته بود که علی کریمی یک روز قبل از پرواز به سر تمرین حاضر نشده بوده و به سفر هم نرفته و خبر از این دارن میدن که شاید ایشون از این سمت کنارگیری کرده و دیگه خودش رو در این سمت نمیبینه که بله ایشون هم به خاطر اینی که نرفتن خیلی خبر آنلاین هم یه مقداری هم کم لطفی هم نسبت به ایشون کردن که فکر میکنم کار همچین جالبی نیست. خبر دیگه این بود که آقای پرزیدنت اوباما رئیس جمهور امریکا با یک شبکه رادیویی در اینجا هست به نام NPR National Public Radio. این رادیو در سراسر امریکا پخش میشه. این رادیوی دولتیه که برای تمام تمام امریکایی‌ها در سراسر امریکا برنامه‌های متنوع داره، برنامه‌های خیلی خوبی هم داره، ولی رادیوی تبلیغاتی نیست، رادیوی خیلی دولتی و خیلی هم به اصطلاح بدون تبلیغات کارش رو انجام میده. آقای اوباما با اینا مصاحبه‌ای داشتن چند روز گذشته و در مصاحبه‌شون خبر از احتمال بازگشایی سفارت امریکا در ایران رو داده بودن. البته نگفتن که حتما این کار میشه، ولی گفته بودن که من هیچ وقت نگفتم هیچ وقت، و هیچ وقت نگفتم هیچ وقت یعنی به هر حال این مسئله مورد بررسی داره قرار میگیره که امیدواریم این اتفاق بیفته و سفارت خونه های ایران و امریکا بتونن در کشورهای همدیگه فعالیتشون رو شروع بکنن و اقلا هموطنهای ما دیگه لازم نباشه اگر میخوان بیان امریکا برن هزینه‌های بیشتری رو متحمل بشن و برن در کشورهای ثالث دنبال ویزا بگردن. به هر حال این خبری بود که در NPR اعلام شد، در رادیوی دولتی امریکا، و
آقای اوباما هم گفته بودن که من هیچ وقت نگفتم که هیچ وقت، و این کار احتمالاً خواهد شد. ولی در واکنش به صحبت‌های آقای اوباما، چندین نماینده مجلس ایران سخنانی گفته بودن که به اصطلاح با یه حالت خیلی چی میگن بی‌توجهی کرده بودن به صحبت آقای اوباما، که همچین زیادم حالا باز کردی نکردی هم نکردی. به هر حال امیدوار هستیم که استقبال بکنن از این موضوع و این سفارتخونه های دو کشور باز بشه و هموطنان ما آسایش بیشتری رو پیدا بکنن. اجازه بدید یک ترانه دیگری رو بشنویم برگردیم. من یه خبر دیگه هم براتون دارم که اون رو هم بعد از این ترانه خدمتون اعلام خواهم کرد. بابا آقای فرامرز آصف، میدونید که فرامرز آصف یکی از ورزشکاران بوده و در
گذشته قهرمان پرش و قهرمان مدال طلا بوده، برای ایران مدال طلا آورده بوده که حالا رو به هنر آورده. به هر حال آرزوی موفقیت میکنیم برای ایشون. ولی جالب بود موقعی که اولین کار ایشون اومده بود بیرون، موقعی که تبلیغ میکردن میگفتن که فرامرز آصف قهرمان پرش، و اصلا آلبوم رو دارین معرفی میکنیم به پرش چه مربوطه؟ به هر حال سعی میکردن اون کسی که این تبلیغا رو درست کرده بود، که بعد مثل که خود آقای آصف هم باهاشون صحبت کرده بود که آقا درست تبلیغ بکنید، اینجوری نکنید. خب آخرین خبری که براتون داریم اینه که فیلم فستیوال، فیلم فستیوال ایرانی در کویت یک شنبه گذشته شروع به کار کرده و در اونجا مثل که امیر کویت هم رفته برای خوش آمدگویی و به اصطلاح اوپنینگ این فستیوال، و بسیار کار قشنگی بوده. تبریک میگم به هنرمندان ایرانی که در سینمای ایران با همه کمی ها و کاستی ها کارهای فوق العاده ای انجام میدن. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، آرزوی موفقیت یکایکتون رو داریم. و این برنامه ها، این فستیوال ها واقعا کار قشنگیه. و البته من یادآوری بکنم خدمتتون که انشالله برای نوروز ما در قبرس یک فستیوال فیلم های ایرانی خواهیم داشت که حالا جزئیاتش رو در برنامه های آینده در اختیارتون قرار خواهیم داد. ولی این خبری که در کویت، چون من فکر نمی کردم که تا الان در کویت هم فستیوال فیلم ایرانی باشه، ولی اینی که در کویت فستیوال فیلم ایرانی گذاشتن باعث بسی شادی و مسرت هست. میریم و برمی گردیم. خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجا پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوان، لب دریا تو تابستون، عکس اون با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون ور آب، اون ور موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی یه خواب. به به، چقدر کار قشنگی بود، فوق‌العاده. واقعا تبریک میگم به این بچه های ایرونی، به این بچه های خوش‌سلیقه، این جوانان هنرمند خوش‌سلیقه مون. دمتون گرم، دستتون درد نکنه، عالی بود. و این انتخابا انتخابات مهیاره، مهیار از این کار رو میکنه، اون پشت از این چیزهای خوشگل در میاره و به عرضه شما هموطنان خوب میذاره. به هر حال این وقت تموم شده، وقت من امروز، ولی میخوام مجددا بهتون یادآوری بکنم این محصولات سینی MMJ رو یادتون نره. سینی و بشقاب و ظروفایی که دارن، تبلیغاتش رو در طول برنامه ها خواهید دید. این کار محصول ایرانه، برید اینو حتما تهیه بکنید. ایرانی از ایرانی بخر، بایستی از صنعت داخلی حمایت بکنید، بایستی خرید بکنید، از ایرانی بایستی بخرید. امیدوارم که همه خانواده های ایرانی یک دونه از این سینی ها رو در منزلشون برای نوروز حتما داشته باشن. به هر حال مرسی از اینی که ما رو به منازلتون راه میدین، سپاسگزارتون هستم. مرسی از اینی که این همه به ما محبت میدارید. ما به هر حال در این 14 ساله بر روی دستان پرمحبت شما به اینجا رسیدیم و حمایت‌های شما بوده که باعث این شده بوده که ما بتونیم هر روز یک کار بهتر و بهتر رو انجام بدیم. به زودی خبرهای بسیار خوشی رو براتون اعلام خواهیم کرد که شما هم در جریان واقعه قرار بگیرید. ممنونم مجدداً از اینی که ما رو به منازلتون راه میدید، سپاسگزارتون هستم. سال 2015 میلادی بر همه هموطنان و همه مردم دنیا مبارک و پر از صلح و صفا و سلامتی باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم که اون خدایی نیست جز خدای عشق و خدای ایران. شب خوش، خدا نگهدار، بخت بخیر. باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ.